شت کوینی که با توجه به بامزگیش و ترند شدنش در بین کاربران فضای مجازی پامپ های شدیدی داشته و تونسته خودشو تا رتبه های بالای ارزهای دیجیتال بالا بکشه، ارزی نیست جز شیبا اینو. 369 عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به تحلیل ارز شیبا اینو بپردازیم، پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفا ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. معرفی شیبا اینو. شیبا اینو در آگوست سال 2020 توسط کسی که خودش رو ریوشی مینامید خلق شد و با الهام گرفتن از سگی ژاپنی به همین نام راه اندازی شد. شیبا اینو توکن خودش رو بر بستر بلاکچین اتریوم قرار داد. این ارز در ابتدا با شعار نابودگر دوج کوین شروع به فعالیت کرد. شیبا اینو اواخر ماه آوریل و با توییت ایلان ماسک رشد بزرگی رو تجربه کرد. این توکن که قیمت اون حتی به سنت نمی رسید، در اوایل ماه می بعد از لیست شدن در صرافی بایننس و سایر صرافی ها شاهد رشد 2000% بود. با اعلام خبر لیست شدن این توکن در صرافی کوین بیس پرو، تنها بعد از گذشت چند ساعت در روز چهارشنبه به فهرست 100 توکن برتر از نظر ارزش بازار رسید. ویتالیک بوترین از دیگر طرفداران این ارز بود که در اوج قیمت 8 میلیارد دلار توکن های شیبای خودش رو برای کمک های خیرخواهانه فروخت و باعث ریزش شدیدی شد. شیبا اینو در ابتدا هدف خاصی رو دنبال نمی کرد و در واقع یک مم کوین بود، اما بعد از مدتی تیم توسعه دهنده اعلام کردن هدف اونها راه اندازی یک صرافی غیر متمرکز به نام شیبا سواپه. شیبا در صرافی های بسیاری از جمله بایننس، کوین بیس، کوکوین و یونی سواپ لیست شده و قابل خرید و فروشه و همچنین کیف پول های تراست والت و متاماسک از این ارز پشتیبانی می کنن. تحلیل ارز شیبا اینو. شیبا محبوبیت خودش رو مدیون کمپین های تبلیغاتیه. در ژانویه 2021 و در روزهای اولیه تا 200% رشد روزانه رو تجربه می کرد و در واقع تبلیغات انجام شده روی این کوین ها جواب داده بود. برعکس دوج کوین که اکثرا در کشورهای اروپایی و آمریکا محبوبیت داشت، شیبا در کشورهای آسیایی مورد حمایت قرار گرفت. صرافی هایی که در بین چینی ها بسیار محبوب بودند نشون دادن که به شیبا علاقه مندن و این قدرت شیبا در آسیا و خاورمیانه باعث رشد روزافزون محبوبیت این ارز دیجیتال شد. رشد ارزهایی مثل شیبا احساس فومو رو در بین تریدرها و علاقه‌مندان بازار کریپتو افزایش میداد. احساس ترس از جاماندن باعث میشه که افراد با مشاهده اطرافیان خود و ده ها و صد ها برابر شدن سرمایه اونها ترغیب بشن که سرمایه گذاری کنن و به این جمعیت بپیوندن و همین موضوع باعث افزایش دوباره قیمت و بالا رفتن تقاضا میشه. تعداد توکن های شیبا اینو 1000 میلیارد توکنه و روز اول قرار بود 50% در اختیار ویتالیک بوترین قرار بگیره و 50% در صرافی یونی سواپ در گردش باشه که بوترین با فروش 10% از این توکن ها
و سوزاندن 90% باقی ماندهش باعث سقوط قیمتی شدیدی شد. شیبا در آگوست سال 2020 به وجود اومد و هرگز قیمت قابل توجهی رو تجربه نکرد و تا آوریل 2021 قیمت اون بسیار کم و در حد ناچیزی بود. تا 20 آوریل قیمت اون در حدود 0.5 تا 0.9 دلار بود و تا 9 می 2021 به سرعت به 0.4 تا 0.38 دلار رسید. شیبا اینو یکی از ارزهاییه که اگر در قیمتهای مناسب خرید می کردید، سودهای بیش از 60,000% در کمتر از یک ماه به شما می داد. از زمان سقوط این ارز دیجیتال در 19 می، قیمت شیبا اینو به طور قابل توجهی کاهش یافته و حدود 40% افت قیمت داشته و به 0.4 تا 0.18 دلار رسیده. ارزش بازار این توکن بعد از 12 می 77% کاهش یافته و سرمایه گذاران شیبا رو به شدت نگران کرده. شیبا از 15 می یا 25 اردیبهشت تا کنون صعود و نزول های فراوانی رو تجربه کرد. ارز شیبا در این بازه 3 ماهه تا 0.5 تا 0.57 دلار نزول کرد و تا قیمت 0.5 تا 0.91 دلار نیز رشدی سعودی داشت. در کل اگر به چارت قیمتی شیبا در ماه می 2021 دقت کنید، در 10 روزه اول بیش از 2500% رشد داشت و در 10 روزه دوم این ماه بیش از 80% ریزش داشت. در پایان با توجه به راه اندازی صرافی غیر متمرکز شیبا سواپ، امیدواری های زیادی هست که تا آخر سال میلادی قیمت اون نسبت به الان دو برابر بشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید که شما چه آینده ای برای شیبا اینو تصور میکنید. آیا فکر میکنید شیبا هدف خاصی رو دنبال میکنه یا فقط در حد یک ممکوین باقی میمونه؟ ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.